بسم الله الرحمن الرحیم. عرض که درس دوم رو میخوایم بگیم بچه ها، بحث زمایر موصولی داره. پس عنوان بحثمون میشه Relative Pronouns یا همون زمایر موصولی. Relative Pronouns به معنای زمایر موصولی. میگیم علاماتی مانند who, which, whom, that, when, where, whose, why, what و غیره. این کلمات اگر برای اتصال بین دو جمله آورده شوند به آنها زمایر موصولی میگویند. نحوه کاربرد آنها در فرمول‌های زیر خلاصه می شود. ببینید عزیزان من، این کلمات و کلمات مشابه اگر اول جمله بیان بهشون میگن ضمایر استفهامی، کلمات پرسشی. ولی اگر این کلمات رو ما برای وصل کردن دو تا جمله به کار بریم، این کلمات رو برای اتصال بین دو تا جمله به کار بریم، اسمشون عوض میشه، میشه ضمایر موصولی یا ضمایر وصل کننده، یعنی ضمایری که دو تا جمله رو به هم دیگه چیکار میکنن؟ متصل میکنن. حالا اینکه چطوری ما از اینها به عنوان کنیم، چند تا فرمول داره که فرمولاشو خدمتتون عرض میکنیم. فرمول اول اینه، فرمول یک، اگر اسم انسان بیاد اون طرف هم فعل باشه، وسط شما بایستی هو یا دت بذارید، هو یا دت میذارید. که این هو و دت برای این فعل نقشش چیه بچه ها؟ نقش فاعلیه. از فرمول اول اینه که اسم انسان و فعل داشته باشیم، حتما بینشون بایستی موصولی هو یا دت رو بذاریم. ببینید، مثلا میگم که The man is sitting on the sofa is my professor. یه جمله است، چهار تا جواب به ما میدن. نه دیگه، به من گفتن ادامه درس‌ها رو بایستی بگیم، ما جمع‌بندی رو که ما انجام دادیم خانم امدادیان، این جلسه ادامه درس دوم رو داریم میگیم، درس دوم کتاب دوازدهم. چهار تا جواب به ما میدن: that, whom, which و who. میگن جواب صحیح رو علامت بزنید. خب نگاه میکنیم ببینیم که the man اومده، اسم این طرف هم is sitting داریم، فعل. اسم انسان و فعل میشه فرمول چندم، فرمول اول. فرمول اول ما گفتیم هم دت درسته هم هو درسته. اگر جوابی میداد میگفت هر دو، ما هر دو رو میزدیم. حالا که اون جواب رو نداده میگیم بین هو و دت ارجحیت با چیه بچه ها؟ با هویه. معنی این جمله چیه؟ میگه اون آقایی که روی کاناپه نشسته is my professor، معلم منه.
در واقع دو تا جمله‌ای که شما به هم دیگه متصل کردید اینا بودن. نگاه کنید بچه ها، دو تا جمله‌اش این بوده. یک، The man is my professor. یک جمله هم این بوده. He is sitting on the sofa. ببینید سوالات تشریحی تو امتحان نهایی اینجوری میدن. شما میخواید این دو تا جمله رو به شما میده، میگه با هو به هم وصلشون بکنید. خب چیکار باید بکنید؟ باید فصل اشتراک دو تا جمله رو پیدا کنید. مشترکات چیه؟ یکی the man هست و یکی هم he. این دوتا مشترکن. ما مشترک جمله اول رو می نویسیم the man. مشترک جمله اول رو نوشتم. به جای مشترک دومی که نقش فاعلی داره میایم ضمیر میذاریم. ضمیری که به جای انسان میشینه چیه؟ هوی بچه ها. اینم هو. بعد میایم ادامه جمله دوم می نویسیم. میگیم is sitting. کلشو می نویسیم بچه ها. On the sofa. وقتی جمله دوم تموم شد، بعد میایم ادامه جمله اولی می نویسیم. میگیم is my professor. اون صفحه قبل سوال تستیش بود. نگاه بکنید، این بود the man، اسم انسان. این طرف هم فعله. وسط گفتیم هو یا دت، که بین هو و دت گفتیم ارجحیت با چیه؟ با هویه. حالا سوال تشریحیش رو میدن خدمتون عرض کردم. سوال تشریحیش اینجوریه. The man is my professor. یک جمله است. He is sitting on the sofa. اینم یک جمله. میگه با هو به هم دیگه وصل بکنید. گفتم بیایید فصل اشتراک دو تا جمله رو پیدا بکنید. مشترکاتش چی بود؟ یکی the man و یکی هم he. اونی که اسم ما می نویسیم the man رو نوشتم، درسته؟ بعد به جای مشترک دومی اومدیم هو گذاشتیم. بعد ادامه جمله دوم رو کامل نوشتم من. وقتی جمله دوم تموم شد، میایم ادامه جمله اولی می نویسیم. معنی جمله چیه؟ میگه اون آقایی که روی کاناپه نشسته، هو رو اینجا که معنا میکنید شما. به اینها میگن که موصول، که بحث کننده. The man who is sitting on the sofa. اون آقایی که روی کاناپه نشسته is my professor. معلم منه. این میشه فرمول چی بچه ها؟ فرمول اول. اما فرمول دوم رو نگاه کنید. فرمول دوم به این ترتیبه که اگر اسم غیر انسان بیاد، اون طرفش هم فعل باشه. اسم غیر انسان و فعل. وقتی میگم اسم غیر انسان، شامل اشیا و حیوانات میشه. اسم غیر انسان و فعل. وسط شما میتونید از which یا that استفاده کنید. which یا دت، که باز این ویچ و دت برای این فعل بازم نقش چی داره بچه ها؟ نقش فاعلی داره. هر موقع بعد از موصول فعل بیاد، اون کلمه موصولی برای فعل بعد از خودش نقش فاعلی داره. ببینید مثلا میگم که The animal is very dangerous. اون حیوانه خیلی خطرناکه. جمله دوم
It is in the cage. دو تا جمله است. اینو به ما میدن، میگن با which به هم دیگه وصلشون کنیم. خب چیکار میکنیم بچه ها؟ باز مشترکات دو تا جمله رو پیدا میکنیم. مشترکاتش چی عزیزان من؟ یکی the animal و یکی هم eat. باز مشترک جمله اول رو ما می‌نویسیم، میگیم the animal. The animal. بعد به جای مشترک جمله دوم ضمیر میذاریم. ضمیرش چیه غیر انسان؟ ویچ. این هم ویچ. بعد میایم کل جمله دوم مینویسیم. Is in the cage. وقتی جمله دوم تموم شد، بعد میایم ادامه جمله اولی مینویسیم. میگیم is very dangerous. ببینید الان the animal چی عزیزان من؟ اسم غیر انسانه. بعدش اومده ایز، اومده فعل، اومده. خب اسم غیر انسان و فعل گفتیم وسط ویچ یا دت باید بذاریم. ما هم ویچ گذاشتیم. ویچ رو دیگه اینجا کدام معنا نکنید. ویچ معناش میشه که. الان معنی این جمله چیه؟ میگه حیوانی که تو قفسه is very dangerous، خیلی خطرناکه. معنی جمله اینه. The animal which is in the cage is very dangerous. این سوال تشریحیشه از فرمول دوم. حالا تستی چجوری سوال میدن؟ نگاه کنید. مثلا می‌نویسه که the fountain pen is on the table belongs to my father. یه جمله است. چهار تا جواب به ما میدن. Whose, which, whom و that. میگن جواب صحیح رو علامت بزنید. کدومش انتخاب میکنید بچه ها؟ جواب چندمی؟ بچه ها صدای من دارید یا ندارید؟ بچه ها صدای من دارید؟ بله. جواب چندمی؟ دومی. در اینجا فاونتن پن اومده. فاونتن پن، روان نویس، اسم غیر انسانه. این طرف هم فعل اومده. خب اسم غیر انسان و فعل میشه فرمول دوم. فرمول دوم گفتیم نقش فاعلی داره. هم ویچ درسته هم دت درسته. که باز بین ویچ و دت میگیم ارجحیت با دابلیو اچ. همیشه همیشه ارجحیت با دابلیو اچ هست. بنابراین میگیم گزینه دومی. بعد ویچ رو چی معنا میکنید شما؟ بازم که معنا کنید. گفتیم به اینها که یه موصول میگن. معناش اینه که روان‌نویسی که روی میزه belongs to my father، متعلق است به پدر من. این ترکیب belong to بچه ها یعنی متعلق بودن به. متعلق بودن به. خود کلمه فاونتن به معنای آبشار، به معنای فواره. فواره ولی ترکیب فاونتن پن با هم دیگه میشه روان نویس.
اینجوریه. پس تا اینجا دو تا فرمول یاد گرفتیم و هر دوتاش هم عزیزان من نقش فاعلی دارن. فرمول اولین بود که اسم انسان و فعل وسط هو یا دت میذاریم. فرمول دوم این بود که اسم غیر انسان و فعل وسط ویچ یا دت میذاشتیم. یکیش برای انسان بود و یکیش برای غیر انسان. تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید در خدمتتونیم. اگر سوالی دارید بفرمایید. سوال ندارید؟ خب. اما میریم سراغ فرمول سوم بچه ها. فرمول سوم به این ترتیبه که اگر اسم انسان باشه اون طرفش هم اسم باشه. ببینید فرقش با فرمول اول چیه؟ فرمول اول اسم انسان و فعل بود، اینجا اسم انسان و اسم بچه ها. در این حالت شما میتونید هوم بذارید، میتونید هو بذارید، میتونید دت بذارید و میتونید اصلا حذفش کنید. پس تو فرمول سومی میتونیم هوم بگیم، هو بگیم، دت بگیم یا اصلا خود موصوله رو کمپلت حذفش کنیم، نیاریم، هیچ ایرادی نداره. من به ترتیب اولویت نوشتم ها، یعنی تو این چارتا اولویت با چیه؟ با هومه. اگر هوم نبود سراغ هو میریم، هوم نبود سراغ دت میریم، دت نبود سراغ هیچی میریم. ببینید مثلا میگم که The boy you saw in the meeting is my son. یه جمله است. چهار تا جواب به ما میدن. میگن جواب صحیح رو علامت بزنید. من نگاه میکنم اینم the boy اومده، اسم انسان هستش. اینجا هم you اومده، you ضمیر بچه ها، ضمیر کلمه ای که به جای اسم میشینه. خب اسم انسان و اسم میشه فرمول سوم. هم درسته، هو درسته، دت درسته، هیچی هم درسته، چهار تا جوابش درسته. اما بین این چهارتا گفتیم ارجحیت با چیه؟ با هومه. معنی این جمله چیه؟ میگه پسری رو که شما توی جلسه دیدید is my son، پسر منه. حالا اگر بخواد همینو به شکل تشریحی به شما سوال بده، ببینید جمله رو قطعا باید اینجوری بنویسه. یک، the boy is my son. این یک جمله عزیزان من. یه جمله هم اینجوری باید بنویسه، you saw him in the meeting. این دو تا جمله رو میده، میگه با whom به هم وصلش کنید. تنها کاری یا اول کاری که شما بایستی انجام بدید مشترکات دو تا جمله رو پیدا کنید. الان به نظر شما مشترکات دو تا جمله چیه بچه ها؟ مشترکات این دو تا جمله چیه؟ آفرین. boy و him، این دو تا مشترکن. the boy و him. ما the boy رو که اسمه می نیسیم بچه ها، the boy، بعد به جای مشترک دومی ضمیری که داده به کار بریم. ضمیرش چیه؟ هومه. چرا هوم داده؟ به جهت این که انسانه و حالت مفعولی هم داره. ما به شما گفتیم بعد از فعل ضمیر بیاریم، اون ضمیر حتما حالت مفعولی داره. پس شما به جای هیم هوم میذارید.
بعد بیا کل جمله دوم بنویس. کل جمله دوم میگیم you saw in the meeting. یادت باشه دخترم تو امتحان نهایی اگر هیم رو بنویسی نمرت رو بهت نمیده ها. من اینو نوشتم روش خط زدم. چرا؟ چون شما به جای هیم ضمیر گذاشتی، دیگه حق نداری هیم رو دوباره بنویسی. بنویسی نمره رو بهت نمیده ها. یک نمره هم داره تو امتحان نهایی. باید حتما اون هیم حذف بشه. علتش هم توضیح دادم که شما اومدی به جای هیم ضمیر گذاشتی. هوم رو گذاشتی دیگه. نباید هیم رو بیارید. وقتی جمله دومتون تموم شد، بعد بیایید ادامه جمله اول بنویسید. میگید is my son. به این ترتیب ما میتونیم دو تا جمله که مشترکش حالت مفعولی داره رو به هم دیگه چیکار کنیم؟ وصل بکنیم. معناش هم که عرض کردم، the boy whom you saw in the meeting is my son. پسری رو که شما تو جلسه دیدید پسر منه. معناش اینه. درست شد؟ اینو متوجه شدید بچه ها یا نه؟ بچه ها اینو متوجه شدید یا نه؟ کسی هست متوجه نشده باشه؟ ببینید هم مدل تستیشو می‌نویسم براتون، هم مدل تشریحیشو می‌نویسم. و تو این حالت مفعولی بچه ها این نکته که این هیم رو من نوشتم روش خط زدم خیلی مهمه ها. ببینید اینکه هیم رو ما حذف میکنیم علتش اینه که ما جاش ضمیر گذاشتیم دیگه. نمیشه هم هوم رو بیاریم هم دوباره هیم رو به کار ببریم. به این جهت اون هیمه حتما بایستی حذف بشه. اگر حذفش نکنی تو امتحان نهایی بهت نمره نخواهند داد. اینو حواستون باشه بچه. خب میریم سراغ فرمول بعدیمون، یعنی فرمول چهارم. فرمول چهارم اینجوریه که اگر اسم غیر انسان باشه، اون طرفش هم اسم باشه. اسم غیر انسان و اسم. ببینید فرقش با فرمول دوم چیه؟ تو فرمول دوم اسم غیر انسان و فعل داشتیم. اینجا اسم غیر انسان و اسم داریم. در این حالت ما بایستی بینشون which یا that بذاریم. which that، یا اینجا هم شما میتونید اصلا حذفش بکنید، یعنی هیچی رو هم میتونید بذارید، که باز اولویت بین این ستا با چیه بچه ها؟ با which هستش. ببینید مثلا میگم که the book she gave me is very interesting. یک جمله است. چهار تا جواب به ما میدن. which that و چهارمیش می‌نویسم all. یک جوابم اینجوری می‌نویسم which that و whose. ببینید اگر بخوایم با ردیف اولی جواب بدیم کدوم جواب انتخاب می‌کنید بچه‌ها؟ آره جواب چهارمی درست خواهم دادیم. ولی اگر بخوایم با ردیف دومی جواب بدیم کدوم کیش میشه بچه ها؟ جواب یک میشه دقیقا. ببینید الان ما در اینجا the book رو داریم، این اسم غیر انسانی، این طرف هم ضمیر اومده. ضمیر کلمه این که به جای اسم میشینه. خب اسم غیر انسان و اسم میشه فرمول چهارم.
which درسته، that درسته، هیچی هم درسته، میشه all. all یعنی همشون. ولی اگر which رو بده، that رو هم بده، هیچی رو هم بده، جوابی نده بگه همشون. اینجا بین این سه تا گزینه میگیم ارجحیت با چیه؟ با which هست. دقت فهمیدید؟ حالا اگر همین رو بخواد به شکل تشریحی به ما بده، به این شکل میشه. نگاه بکنید، The book is very interesting جمله دوم، She gave me the book. اینو میده به ما، میگه با ویچ اینو به همدیگه وصل کن. ما میاییم مشترکات دوتا جمله رو پیدا میکنیم. مشترکات دوتا جمله چی عزیزان من؟ The book و the book. ما the book اولی رو مینویسیم، این هم the book. به جای the book دومی ما بایستی ضمیر بذاریم. خب ضمیری که این چون حالت مفعولی داره، which میذاریم، which. بعد میایم کل جمله دوم می‌نویسیم، She gave me. آیا این the book رو یا it رو اینجا بنویسم بچه‌ها؟ اینا نویسم؟ میگم نه دیگه. چرا؟ چون به جایش ما ضمیر گذاشتیم، which گذاشتیم. اینجا حق نداری شما ایت بذاری یا the book بذاری. اگر بنویسی غلطه، چون تکراری میشه، نباید بیاری. چون وقتی جمله دوم تموم شد، میایید ادامه جمله اولی مینویسی، میگی is very interesting. یعنی کتابی رو که او به من داد خیلی جالبه. الان نگاه کنید، the book اسم غیر انسانه، این طرف هم اسم اومده، اسم غیر انسان و اسم وسط which یا that میذاریم و حالت چی داره بچه ها؟ حالت مفعولی داره. پس در واقع فرمول اول و دوم ضمایر موصولیش نقش فاعلی داشتن و فرمول سوم و چهارم ضمایر موصولیش نقش مفعولی داره. تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید، در خدمتتون. سوال ندید بچه ها؟ خب یه جمله می نویسم، شما به همدیگه وصلش بکنید. این دو تا جمله رو تو امتحان نهایی به شما میدن، میگن که با ویچ به همدیگه وصلش کنید. چی میگید بچه ها؟ جوابتون برای من بفرستید.
جواباتونو برای من بفرستید. بله. بقیه خانوما بقیه خانم ها اینا هم مثل بقیه جملات میمونه بچه ها دیگه. اول بیایید مشترکاتش رو پیدا بکنید. مشترک تو این دوتا جمله چیه؟ The bike و it هستش. این دوتا مشترکن. It به دوچرخه برمیگرده دیگه. ما گفتیم جمله اول رو تا جایی که مشترکه بنویسید. اینجا آخرین کلمه مشترکه. پس ما باید کل جمله دوم رو بنویسیم. یعنی بگیم the mechanic repaired the bike. ببینید کل جمله رو من نوشتم تا به این مشترکه برسم. حالا به جای مشترک دومی شما بایستی which بذارید. خب اینجا it دیگه، به جای این it ما which میذاریم. بعد میایم ادامه جمله دوم می‌نویسیم، میگیم which is Alice. دیگه نیازی هم نیست خواهیم امدادی هم به was تبدیل بشه. ببینید میگیم مکانیک تعمیر کرد دو چرخه ای رو که مال علیه. which is Alice. دو چرخه از قبل مال علی بوده قبل از تعمیر خانم امدادیان، الان هم مال امیر مال عشبت که علیه دیگه. برای میگیم which is Alice، یه which was نمیگیم. پس حتما نباید مشترک ما اولین کلمه باشه. ما جمله اول رو تا جایی که مشترکه باید بنویسیم. اینجا آخرین کلمه‌مون مشترکه، بایک بوده و ایت بوده. پس ما کل جمله اولی رو نوشتیم. بعد میایم به جای مشترک جمله دومی ویچ میذاریم و بعد هم که ادامه جمله دومی. الان نگاه کنید، The bike اسم غیر انسانه، این طرف هم فعله. خب این میشه فرمول چندم دوم دیگه، حالت فاعلی داره. وسط گفتیم ویچ یا دت میتونیم بذاریم. دت فهمیدید؟ این میشه فرمول دوم، اسم غیر انسان و فعل. وسط بایستی ویچ یا دت بذاریم. یک تذکری هم راجع به فرمول اول دوم هست خدمتتون میگم. ببینید میسم تذکر، در فرمول های اول و دوم که ضمایر موصولی نقش چی داشتن بچه ها؟ نقش فاعلی دارند، اگر فعل کمکی، میگم فعل کمکی ها، فعل کمکی بعد از آنها از مشتقات توبی باشد، میتوانیم ضمیر موصولی را به همراه فعل توبی از جمله حذف کنیم. پس مجازیم که ضمیر موصولی رو با فعل توبی، یعنی اموی زار وازوور،
به شرطی که توبیه ما یعنی امایزا و وازوور ما چی باشن؟ فعل کمکی باشن. میتونیم از جمله حذف بکنیم. این دوتا رو ما میتونیم از جمله چه کنیم؟ حذف کنیم. و یادتون باشه که چه فعل های توبی میگیرن؟ یا فعل شما بایستی آینجی دار باشه یا فعلتون بایستی پی پی باشه، قسمت سوم فعل باشه. اگر توبی با فعل آینجی دار بیاد عزیزان من، یعنی فعل ما معلومه. اگر توبی با قسمت سوم فعل بیاد یعنی فعل ما چیه؟ مجهوله. پس یادتون باشه در فرمول اول و دوم ما مجازیم ضمیر موصولی رو با فعل توبی از جمله حذف بکنیم. حالا چه فعل هایی توبی میگیرن؟ گفتیم یا فعلمون باید آنجیدار باشه که در این حالت حالت معلوم داره، و یا فعلمون میتونه قسمت سوم فعل بیاد با توبی که حالت چی داره؟ مجهول داره. ممکنه بگید که چطورید؟ عرض شود که سوال داده میشه از این مدل تذکری که نوشید. نگاه بکنید. مثلا میگیم که این جمله رو ببینید، چهار تا جواب ما میدن. اینو به شما میدن، میگن جواب صحیحش رو علامت بزنید. کدوم که انتخاب میکنید بچه ها؟ بله، باریکلا اربابی، باریکلا امدادیان. بقیه خانوما بقیه خانوم ها بله، خانم علیزهی دیگه. خب دقت بفرمایید، باز در اینجا دگرل اومده، اسم انسانه نه؟ اولا اینجوری بگیم، یک فعل ما اینجا داریم، یک فعل هم تو جواب هاست که میخوایم انتخاب کنیم. جمله ای که دو تا فعل اصلی داشته باشه یک جمله چیه بچه ها؟ مرکبه. درسته؟ خب تو جملات مرکب وقتی میخوان به هم وصل بشن حتما باید موصول داشته باشن. تو این جواب ها کدوم میکیش موصول داره؟ اولی موصول داره. این درسته. اما ما گفتیم موصول رو میتونیم با توبی حذف بکنیم. خب چه فعل های توبی میگرفتن؟ یا باید آینجی داشته باشن یا باید قسمت سوم فعل باشن. خب این آینجی داره، درسته، موصولش با توبیش حذف شده. این قسمت سوم فعل، اینم موصولش با توبی چی شده؟ حذف شده. اینم درسته، ولی این یکی قطعا غلط. حالا فرق این سه تا جواب ها با هم چیه؟ اگر یک و دو رو انتخاب بکنید یعنی جمله شما معلومه. اگر سه رو انتخاب کنید یعنی جمله شما چیه؟ مجهوله. معلوم مجهولش رو از کجا بفهمیم؟ میگیم تیک به معنی گرفتن یا بردن. چه کس را، چه چیز را؟ یک مفعول میخواد. چون مفعول اینجا نیومده پس حتما جمله ما چیه؟ مجهوله. و بین اینها مجهول این بوده دیگه. اصلش چی بوده بچه ها؟ بوده the girl who is taken. اصل جمله این بوده، نگاه کنید، the girl who
is taken to school every morning. تا آخر ببینید شما میاید هو و ایزش رو حذف میکنید چی باقی میمونه؟ تیکن باقی یعنی دختری که برده میشه به مدرسه هر روز صبح دختر وزیر امور خارجه است فارن مینستر معنی وزیر امور خارجه نوع سوالی که داده میشه اینجوریه بچه ها یا مثلا این جمله رو نگاه کنید The information by computer is very precise. یه جمله است. چهار تا جواب به ما میدن. Processing, processed, سومیشو میگیم which processes و آخرش هم میگیم processes. بفهمید که کدوم جواب درسته و چرا؟ جواب دومی بعده هم باقری آفرین بقیه خانم ها علیزه ای هم میگه دومی بعده بقیه خانم ها خب ببینم دقیقا مثل سوال قبلیه باز نگاه میکنم میدم که یک فعل اینجا داریم ما یک فعل هم از تو گزینه ها باید انتخاب کنیم بر اینجا خب جمله که دو تا فعل داره میشه یک جمله مرکب جملات مرکب نیاز به موصول دارن خب این موصول داره درسته اما ما گفتیم موصول رو میتونیم با توبی حذف بکنیم خب چه فعل های توبی میگرفتن؟ یا آینجی داشتن بچه ها یا قسمت سوم فعل بودن پس این جواب قطعا غلطه حالا فرق اینا چیه؟ یک و سه رو انتخاب کنیم جمله ما میشه معلوم دو رو انتخاب کنیم میشه مجهول خب اینجا میشه by computer فاعل با by اومده اینجا بنابراین جمله چیه؟ مجهوله بنابراین باید گزینه دومی رو انتخاب کنیم همین که بچه ها گفتن اطلاعاتی که پردازش میشه به وسیله کامپیوتر is very precise خیلی دقیقه precise بچه ها به معنی exact یعنی دقیق خود کلمه precise معناش میشه exact یعنی دقیق وقتی میگید precisely یعنی exactly یعنی دقیقا این حالت رو داره پس ببینید تو فرمول سوم و چهارم خود موصول رو ما میتونیم حذف بکنیم ولی تو فرمول اول دوم مشروط میتونیم حذف بکنیم شرطش چیه؟ اینه که اگر موصول ما با توبی بیاد میتونیم اون موصول رو با فعل توبیش کمکی حذف بکنیم خب چه فعل های توبی میگرفتن؟ یا آینجی داشتن و یا قسمت سوم فعل بودن که آینجی دارش میشد معلوم قسمت سومش میشد چی بچه ها؟ میشد مجهول ما تا اینجا چهار تا فرمول رو خدمت شما گفتیم اگر سوالی دارید بفرمایید در خدمتتونیم سوال ندارید بچه ها؟
یک سوال من میسم، شما جوابشو بگید چی میشه. باشه؟ یه جمله است. چهار تا جواب به ما میدن. بفهمید کدوم جواب انتخاب میکنید و چرا؟ آره تینا خانم، اینکه تیکن رو انتخاب میکنیم به جهت اینکه جمله اون مجهول بود دیگه، یعنی بعدش مفعول نیومد بود، ما مجهول انتخاب کردیم. بعد تیکن شکل سوم تیک دیگه، تیک توک تیکن، پس پارتیسیپل میشه. بعد خب تو این تست بچه ها کدومی که رو انتخاب کردید؟ امدادیان میگه چهار، علیزهی هم میگه چهار، بقیه خانم ها؟ بگید دیگه بچه ها جواباتون رو حتما بفرستید برای من. آن مشایخی؟ آن رشیدی؟ بله خانم باقری میگه که سه درسته. چرا خانم باقری سه رو انتخاب کردید؟ چرا؟ خانم باقری؟ خب دقت بفهمید، در این جمله بچه ها نوتبوک اسم غیر انسانه، اسم غیر انسان. فعلشو من آوردم توی گزینه ها، ایز اینجا بوده آوردمش اینجا، اینم فعلمونه. خب میشه فرمول دوم دیگه، اسم غیر انسان و فعل وسط بایستی ویچ بذاریم، درسته؟ این میشه فرمول دوم. ما گفتیم ضمیر موصولی رو با فعل توبی اگر کمکی باشه میتونیم حذف بکنیم بچه ها. اینجا ایز فعل اصلیه، نمیشه حذفش کرد، یعنی گزینه دو غلطه، گزینه سه کاملا غلطه، به جهت که فعل نداره. باید ما دو تا فعل داشته باشیم که بگیم جمله مرکبه با موصولی بیش به هم وصل بکنیم. اینجا فقط و فقط جواب اولی درسته. دختری خوب من، عزیزان من، ما وقتی ضمیر موصولی رو با توبی حذف میکنیم که این توبی ما فعل کمکی باشه. بعد بهتون گفتم فعل بعدیش دو حالت داره، یا آنجی میگیره یا قسمت سوم فعله. دقت کردید؟ اینجا ایس فعل اصلیه، فعل اصلی رو شما نمیتونید حذف بکنید. بنابراین فقط و فقط گزینه یک درسته. نمیدونم اینو متوجه شدید بچه ها یا نه. بچه ها این موضوع متوجه شدید؟ آه. معناش چیه؟ میگه دفتری که روی قفسه هست دفترچه خاطرات خواهر منه. معنی جمله اینه. بنابراین گزینه یک، نه گزینه چهار درسته و نه گزینه سه. فقط و فقط گزینه یک درست. خب ما تا اینجا موفق شدیم چهار تا از فرمول ها رو خدمت شما بگیم. اگر سوالی دارید تا اینجا بفرمایید در خدمتتونیم.
هر جاش نامفهومه بگیدش. شلف یعنی قفسه، جمعش میشه شلفز، قفسه ها. خب اما میریم سراغ فرمول پنجم. فرمول پنجم اینو میگه، اینو خوب گوش بدید بچه ها، یه مقدار قصه داره. اگر اسم بیاد این طرف هم اسم باشه، بچه ها داد و قالشون بلند میشه سر کلاس، میگن آقا خب شما تو فرمول سوم و چهارم هم اسم و اسم گفتید دیگه، بعد اونجا اسماشو مشخص کردید. تو فرمول سوم گفتید اسم انسان و اسم، تو فرمول چهارمی هم گفتید اسم غیر انسان و اسم، حالا اینجا باز دوباره اومدید میگید اسم و اسم. فرق این فرمول با اون دو تا فرمول سه و چهار چیه؟ گم ها، فرقشون اینه که بین این دو تا اسم بایستی رابطه باشه. اوه چه رابطه ای آقا؟ میگیم رابطه مالک و مملوک. الان هانیه میپرسه باز مالک چی آقا مملوک چیه؟ مثلا وقتی میگیم کتاب هانیه، هانیه میشه مالک، کتاب میشه مملوک. اگر بین این دوتا اسم چنین رابطه ای باشه بچه ها، میشه فرمول پنجم. تو فرمول پنجم هم ما همیشه از هوز استفاده میکنیم. از چی استفاده میکنیم؟ هوز استفاده میکنیم. پس هوز رو وقتی میاریم که بین اسم قبل از موصول و بعد از موصولمون رابطه باشه. چه رابطه ای؟ رابطه مالک و مملوک. ببینید مثلا میگم که the girl scarf is blue is Mina's daughter. ببینید چهار تا جواب به ما میدن، who which whom و هوز. خوب دقت کنید، در اینجا ما the girl رو داریم، اسم اسکاف روسری، اینم اسم. خب رابطه دختر و روسریش میشه رابطه چی بچه ها؟ مالک و مملوک. چون رابطه مالک و مملوک هست، ما بایستی از موصولی هوز استفاده کنیم، یعنی میشه فرمول پنجمی. معناش چیه؟ دختری که روسریش آبیه دختر مینایه. معنی جمله اینه The girl whose scarf is blue is Mina's daughter. دختری که روسریش آبی رنگه دختر مینایه. به این میگن فرمول پنجم. پس تو فرمول پنجم هر دو طرفش اسمه و ضمناً بین دو تا این اسم هم رابطه وجود داره. چه رابطه ایه؟ رابطه مالک و مملوک. اگر چنین ارتباطی بین دو تا اسم باشه، بایستی از موصولی هوز استفاده کنه. نمیدونم اینو متوجه شدید بچه ها یا نه. بچه ها اینو متوجه شدید؟ خب حالا یک سوال می نویسم راجع به این پنج تا فرمول. پس ببینید فرمول اول این شد، اسم انسان و فعل، وسط هو یا دت. فرمول دوم، اسم غیر انسان و فعل، وسط ویچ یا دت. فرمول سوم، اسم انسان و اسم باشه، وسط گفتیم هوم میتونیم بگیم، هو میتونیم بگیم، دت بگیم یا هیچی بگیم. و فرمول چهارمون این بود که اسم غیر انسان و اسم، وسط ویچ و دت و هیچی. و فرمول پنجم، اسم و اسم اگر باشه و رابطش هم رابطه مالک و مملوک باشه، از موصولی هوز استفاده می‌کنیم.
حالا یک سوال میرسم راجع به این 5 تا فرمولی که تا اینجا خدمتون گفتم، بعد شما به من بگید که جوابتون چی میشه. یه جمله است، 4 تا جواب. بچه ها یه لحظه اینترنت قطع شد. بفهمید که تو این تست کدوم جواب رو شما انتخاب میکنید. یک سوالی نوشتم راجع به این 5 تا فرمولی که تا اینجا خدمتون گفتم. بفهمید کدوم گزینه شو انتخاب میکنید و چرا. بچه ها کدوم جواب انتخاب میکنید؟ بعده؟ سریع بفرستی جواباتونو. بله خب دقت بفرمایید. در اینجا the writer اومده، نویسنده اسم انسانه. این طرف هم works اومده. من میمونم که این works رو فعل بگیرم یا اسم بگیرم. از دو راه میتونم بفهمم که آیا اسم یا فعل. یکی از راه معنایی. خب از راه معنایی من میفهمم این اسمه، چون اگر فعل باشه به معنی جمله نمیخوره. نویسنده ای که کار میکند، شما مطالعه کردید، زنده است، معنا نداره. پس اینجا کار کردن نیست، چون اکثر بچه اسم انسانه، این طرف هم فعله، پس وسط بایستی هو بذاریم. میاد گزینه یه دو رو انتخاب میکنه. ولی من میگم این اسمه. چرا؟ چون بلا فاصله بعدش یک جمله به کار برده. حالا کلمه work بچه ها، وقتی که اسم work
وقتی که به عنوان نون بیاد، اسم بیاد و اسم هم بگیره، معناش میشه آثار. خب این نقش اسمی داره، اسمه، اینم اسمه، معناش هم میشه آثار. رابطه نویسنده و آثارش، یک رابطه چیه بچه ها؟ مالک و مملوک. میگه نویسنده ای که آثارش را شما مطالعه کرده اید زنده است. بنابراین چون رابطه مالک و مملوک هست، چه گزینه اولی رو باید انتخاب کنید. ولی تو این تست دیده شده که اکثر بچه ها میرن سراغ گزینه دومی. خیلی با دست باچگی میگه خب the writer اسم انسانه، works هم فعله، پس عرض شود که بایستی هو بذاریم، یعنی فرمول اولی. با اینکه نه، work اینجا اسمه. از کجا فهمیدم؟ گفتم دو تا راهکار داره، یا به معنای جمله توجه بکنید، یا اینکه میگیم بعد از work چون بلا فاصله یک جمله اومده، پس این حتما نقش اسمی داره. حالا work در نقش اسمی اگر اسم بگیره معناش عوض میشه. معناش چی میشه؟ میشه آثار. معنی کلی جمله چیه؟ میگیم نویسنده ای که آثارش را شما مطالعه کردید is alive، زنده است. پس این هم مربوط میشه به فرمول پنجم ما بچه ها که از هوز استفاده میکنه. خب پنج تا از فرمول ها رو خدمتون گفتیم، میریم سراغ فرمول ششم. فرمول ششم ساده است. اگر اسم زمان بیاد، کلمه یا عبارتی بیاد که بیانگر زمان باشه، در این حالت ما بایستی از when استفاده کنیم، از موصولی when استفاده کنیم. ببینید مثلا میگم که the year he got his diploma was 1986. یک جمله است، چهار تا جواب میدن: where، which، when و what. به ما میدن، میگن جواب صحیحشو علامت بزنید. خب میگیم year اومد آقا، year بیانگر زمانه. به ما گفته شده که اگر کلمی به ما بدن که بیانگر زمان باشه، ما بایستی از موصولی when استفاده کنیم. معنی جمله چیه؟ میگه سالی که دیپلمشو گرفت سال 86 بوده، بنابراین ما بایستی گزینه یه سومی رو انتخاب کنیم، when رو انتخاب. میریم سراغ فرمول چی بچه ها؟ فرمول هفتم. فرمول هفتم باز اینجوریه که اگر اسم مکان بیاد، بعد شما میتونید where و یا in which بذارید. اسم مکان بیاد بایستی where و یا in which قرار بده. ببینید مثلا میگم که the house they live is very large. چهار تا جواب به ما میدن: where، which، in which، یک و سه. یه جمله هم اینجوری می نویسم: the house they live in is very large. باز هم همین جواب ها: where، which، in which، یک و سه.
بفهمید که کدوم جوابها رو انتخاب میکنید و چرا. دو تا جواب برای من بفرستید بچه ها برای این دو تا سوال. کدوماشو انتخاب میکنید؟ یک و چهار. بله دیگه بقیه خانم ها. چهار و دو. بله ببینید در اینجا بچه ها هاوس اومده و محل نیست برای زندگی کردن، اسم مکانه. وقتی اسم مکان میاد هم ور درسته هم اینویش درسته، میشه گزینه چهارمی. اما در سوال دومی در پایان جمله دوم این رو به کار برده بچه ها. ما ترکیب ور این و این ور نداریم دیگه، این ویچ اینم نداریم. از ترکیب این ویچ وقتی اینش بیاد فقط چی باقی میمونه؟ ویچ باقی میمونه، یعنی گزینه دومی درسته. ولی از نظر معنا و مفهوم این دوتا جمله با هم دیگه هیچ فرقی ندارن. میگه خونه ای که اونها توی زندگی میکنن خیلی بزرگه. The house where they live is very large. یا the house in which they live is very large. ولی وقتی این رو ما فرق این where و این which اینه که ما میتونیم بین این و which فاصله بندازیم. اگر این رو در پایان جمله دوم ذکر کرده باشه فقط بایستی which رو انتخاب کنیم. چرا؟ چون ما دیگه ترکیب where این و این where نداریم، این which این هم نداریم، فقط بایستی از which استفاده کنیم. یک مدل دیگه هم این سوال رو میدن، نگاه بکنید. همین جمله من اینجوری میسم. بفهمید که کدوم جواب و چرا. سوال قبلی رو دوباره بگم تینا خانم. ببینید اینجوری من گفتم که گفتیم اسم مکان باشه میتونیم ور یا این ویچ بذاریم، ور یا این ویچ بذاریم. الان اینجا the house they live is very large. خب house اومده اسم مکانه، هم where درسته هم in which درسته، گزینه چهارمی. یک و سه دخترم. ولی در سوال دومیش این رو ذکر کرده، یک این اینجا من نوشتم در پایان جمله دومی. خب از این ترکیب in which وقتی اینش ذکر بشه فقط which باقی میمونه دیگه. ما ترکیب ور این و این ویچ این رو نداریم، ما فقط بایستی چی بذاریم؟ ویچ بذاریم. اینجوری میشه، درست فهمیدید؟ حالا این سوال رو شماها بگید. بگید کدوم جوابش درسته؟ بگید دیگه بچه ها.
خانم امدادیان دو، خانم باقری هم دو. بله، چرا دو؟ چرا دو؟ تینا خانم، آه باریکالله، آفرین. چون اینجا اصلا مکان نیست بچه ها، خونه ای رو که خریدن، یک شیعی رو خریدن، این میشه در واقع فرمول چندومی، میشه فرمول چهارمی. شما الان این هاوس رو بردارید به جاش مثلا یک تیبل بذارید، بگیم the table they bought is very large، میزی که خریدن بزرگه. میز رو بردارید به جای صندلی بذارید، بگیم the chair they bought is very large. ببینید، پس اینجا هاوس اسم مکان نیست، اسم غیر انسان. اینجا اسم غیر انسان، این طرفش هم اسمه. این پس میشه فرمول چهارم. فرمول چهارم ما گفتیم باید ویچ و دت بذاریم، که اینجا دت نداره، باید از ویچ استفاده بکنیم، میشه گزینه دومی. این حواستون باشه ها، یعنی گولتون نزنه، در فهمیدید؟ ولی تو فرمول دو تا جمله قبلی نه، میگه محلی که توش زندگی میکنن، خونه‌ای که توش زندگی، اونجا اسم مکان تلقی میشه، ولی اینجا شیئیه که خریدن. حالا به جای این هاوس شما هر شیء دیگه رو میتونید بذارید، بنابراین این میشه فرمول چندمی، چهارمی، نه این فرمول که مربوط به مکان باشه. خب میریم سراغ فرمول بعدیمون بچه ها، یعنی فرمول هشتم. فرمول هشتم اینجوریه که خیلی هم ساده است. اگر بیان علت باشه، بیان علت رو با چی نشون میدن؟ با the reason نشون میدن. به عبارت دیگه هر موقع reason رو دیدید شما، از موصولی why استفاده کنید. هر موقع reason رو دیدید از موصولی why استفاده کنید. یعنی چی؟ مثلا میگم که the reason she told a lie is obvious for me. یه جمله است، چهار تا جواب. When, where, which و why. ببینید در اینجا reason اومده، بیان علته، پس حتما بایستی از موصولی وای استفاده کنی. جواب میشه چندمی بچه ها، چهارمی. معنی جمله چیه؟ میگه دلیل این که چرا دروغ گفت is obvious for me، برای من واضحه. اینجا obvious بچه ها یعنی clear، یعنی واضح، آشکار. obvious معناش میشه clear، یعنی واضح و آشکار. تللای هم که میدونید یعنی دروغ گفتن دیگه. دلیل این که چرا دروغ گفت is obvious for me، برای من واضح. این هم میشه فرموله هشتم. و آخرین فرموله شما بچه ها اینه. تا اینجا سوال ندارید بچه ها؟ بچه ها تا اینجا سوال ندارید؟ خب اما فرمول نهم چیه؟ فرمول نهم میگیم اگر فعل به ما بدن بچه ها، قبل از موصولمون فعل باشه. خب شما هر موصولی که دلتون بخواد میتونید به کار برید. مثلا میتونید هو بذارید، میتونید هوم بذارید، میتونید ون بذارید،
میتونید ور بذارید، میتونید وات بذارید، هر چی دلتون بخواد. خب قطعا به من میگید آقا از کجا بفهمیم کدومی که شو انتخاب کنیم؟ کی بچه ها؟ وقتی قبل از موصولمون فعل باشه. از کجا من بفهمم کدومی که از اینها رو باید انتخاب بکنیم؟ این بستگی داره به معنای جمله بعدمون، معنای جمله بعد. پس ببینید عزیزان من، اگر قبل از موصولمون فعل باشه، ما کلیه موصول ها رو میتونیم به کار بریم، کلیه موصول ها رو میتونیم به کار بریم. از کجا بفهمیم که کدوم موصول رو باید انتخاب بکنیم؟ نگاه میکنیم به مفهوم جمله بعدمون. ببینید، مثلا میگم که I know who can اذیت نکن احمد جان. نه دیگه، تو مشکل داری، تو ما رو اذیت میکنی احمد جان، نه اسکای روم. تو امروز چرا اینقدر ناراحتی احمد؟ ها؟ نه جدا، چرا ناراحتی؟ جان؟ نه جدا، چرا ناراحتی خود؟ چی شد؟ دارم بچه ها صدای منو دارید؟ بچه ها صدا هست؟ خب ببینید، تو فرمول نهم گفتیم اگر فعل بیاد، الان نو چیه؟ فعله. ما بعدش میتونیم هر موصولی که دلمون بخواد به کار بریم. مثلا من اینجا هو به کار بردم. از کجا فهمیدم هو؟ بستگی داره به معنی جمله بعدیش دیگه. I know who can help them. من میدونم چه کسی میتونه به اونها کمک کنه. I know what you mean. میدونم منظورت چیه. ببینید، نو که تغییر نکرد، این فعل آقا. Who تبدیل به what شد. چرا؟ بستگی داشت به معنای جمله بعدش. I know what you mean. میدونم منظورت چیه. یا مثلا این جمله رو نگاه کنید. I know when they'll come back here. میدونم کی اونها به اینجا بر میگردن. باز ببینید، نو فعله، شما when رو آوردید. چرا؟ بستگی داشت به معنای جمله بعدش. یا مثلا این جمله رو ببینید. I know where she goes every morning. یعنی میدونم و هر روز صبح کجا میره. باز ببینید، نو تغییر نکرد بچه ها. ون تبدیل به ور شد. چرا؟ بر چه اساسی؟ بر اساس جمله بعدش. پس فرمول نهم اینو میگه که اگر فعل بیاد بچه ها، قبل از موصولمون فعل باشه، ما میتونیم همه موصولی ها رو به کار ببریم. از کجا بفهمیم کدوم یکیشه؟ بستگی داره به جمله، به معنای جمله بعدش. بله، وای هم میتونیم به کار ببریم. میخوام امدادی ها، مثلا میگم که I know why they came late. من میدونم چرا اونها دیر اومدن. موضوع فهمیدید؟ وقتی من میگم همه موصولی ها، یعنی استثناء نداره دیگه. فقط باید حواستون باشه تو این قسمت
نگاه کنید به مفهوم جمله ای که بعد از موصول اومده. بر اساس اون شما موصولش رو چیکار میکنید؟ انتخاب میکنید. اینا نقطه فرمولی هستن که عرض کنم خدمتتون که در ارتباط با ضمایر موصولی ما میتونیم به کار ببریم. اگر تا اینجا سوالی چیزی هست بفرمایید، در خدمتتونیم. اگر سوالی دارید بفرمایید، هر جاش نامفهومه بگید تا توضیح بدم براتون. همه چیز واضحه؟ خیلی. بعد یک تذکری هم داره، من اینجا بنویسم خدمتتون که اینو به عنوان تذکر می‌نویسم. بعد از ضمایر موصولی جمله به هیچ وجه سوالی نمی شود. بعد از ضمایر موصولی حق نداریم جمله رو سوالی کنیم. مثلا این جمله رو نگاه کنید. Do you remember what؟ چهار تا جواب. Did she say؟ Does she say؟ بفهمید کدوم جواب درسته بچه ها؟ بله؟ الان در این جمله اگر دقت بفهمید remember اینجا what اومده، موصوله. جمله بعد از موصول نباید سوالی بشه. خب این سوالی کرده غلطه، این سوالی شده غلطه، یا سه میشه یا چهار میشه. سومی هم میگیم غلطه، به جهت اینکه فاعل سوم شخص اگه میخواست حال باشه باید اس بگیره، پس اینم غلطه، جواب میشه چهارمی. بعضی از بچه ها میگن آقا پس این علامت سوال چیه شما میذارید؟ این علامت سوال مال جمله اولیه. ما میگیم جمله دوم، جمله بعد از موصول رو حق نداریم سوالی بکنیم. جمله بعد از موصول به هیچ وجه سوالی نمیشه. معنی جمله چیه؟ Do you remember what she said؟ یادت میاد چی گفت؟ معنی جمله اینه. خیلی خوب. این هم گرامر درس دومیتون که بخشیشو خدمتون عرض کردیم. شما رو به خدا میسپارم تا جلسه آینده. خدا یار و نگهدارتون. خدا حافظ شما.